سلام سلام به شما عزیزان، هر کجایی که هستید، هر کجای ایران و جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. ویروس کرونا همچنان در این سو آن سوی جهان میتازد. در بسیاری از کشورها دولت‌ها به اتخاذ تصمیمات و اجرای تدابیری اندیشیدند که از تعداد مبتلایان در روزهای اخیر کاسته شده است. در برخی از دولت‌ها مردم به امان خدا رها شدند. در ایران ویروس کرونا حتی در میان اعضای هیئت دولت شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس اختلافاتی پدید آورده. شیخ پرزیدنت دستور بازگشایی ادارات دولتی را به مرور تا حد کامل داده است. برخی از مسئولان همین دولت ظاهرا مخالف. به هر حال آنچه که در پیش است نگرانی های فزاینده است در مورد بازگشایی ادارات دولتی در ایران و تدابیر حکومت ایران در این زمینه چیست؟ آیا کرونا نیز در حکومت فقیه به ابزاری سیاسی تبدیل شده است تا تمام مصائب ناشی از آن به گردن تحریم های آمریکا انداخته شود؟ تحریم هایی که در هیئت حکومت ایران پرسیده نمی شود انگیزه اصلی آن چیست؟ مهمانان امشب ما در واشنگتن آقای اردوان روزبه، روزنامه نگار، و مهمان دیگر آقای بهزاد مهرانی، فعال سیاسی. همراه شما خواهیم بود و خبرهای دیگر، از جمله اینکه در روزهای نخست سال جاری بیش از 2 تن مواد مخدر در تهران کشف شده است. تنها در تهران و تنها در 20 روز نخست. آنچه که کشف نشده چه مقدار است؟ آمار مختلفی وجود دارد. و نیز در ادامه برنامه میهمانی خواهیم داشت از خراسان، آقای اصغر سپهری، برادر آقای سپهری و خانم فاطمه سپهری. محمد حسین سپهری زندانی سیاسی به کرونا مبتلا شده است. زندانیان سیاسی را دریابیم تا لحظاتی دیگر. بابا مریض میشی عزیزم. حالا بحران خطرناکیه، مریض میشه خانم. ای بابا خدا لعنت کنه هر باعث وانی. نه شوهر ندارم زیر سر خوبه برای من کار کنم، نه بچه های دارم نه ایچی. آقای روزبه خوش آمدید. خیلی متشکرم از شما آقای چلنگی. سلام میکنم به شما و جناب مهرانی، مهمان دیگر برنامه. و آقای مهرانی عزیز خوش آمدید. خوشحالم خدمت شما آقای چلنگی، آقای روزبه و همه بینندگان برنامه در سراسر جهان. آقای روزبه، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا وقتی نگاه میکنید آنچه که در ایران در ارتباط با کرونا در جریان است، از ناحیه حکومت، از جایی به اصطلاح منظر حکومت به ما چه خواهید گفت؟ بزرگترین مشکلی که به نظر من در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره مسئله وجود حاکمیت های در لایه زیرین هستش. یعنی اگر فرض کنیم که رئیس جمهور مملکت بر اساس قوانین بین المللی و قاعده اداره یک مملکت کسی است که با تصمیم گیرنده در موارد بحرانی باشه، چه در شرایطی که به هر حال تصمیم های جدی گرفته میشه، همونجور که دیروز من اتفاقا داشتم مروری به دستورات اجرایی فیما در آمریکا میکردم، در نهایت در خیلی از موارد ذکر میشه که تصمیم گیری نهایی با توسط رئیس جمهور ایالات متحده هستش و این یک نفس صریح قانونی هستش و
همونجور که در تعریف جمهوریت هم به نظر میرسه که رئیس جمهور باید فردی باشه که تصمیم گیرنده باشه، متاسفانه در طول سالهای گذشته اثبات شده که تصمیم گیری های حتی رده های بالا در کشور به لحاظ ساختار اجرایی مثل رئیس قوه مجریه و یا مجلس در نهایت تابع نظرات افرادی هستش که بسیاری از موارد ما در روی صحنه اونها رو نمیبینیم یا اساسا افرادی که در لایه زیرین تصمیم میگیرن و به راحتی میتونن همین چیز رو نقض کنن. اگرچه که به نظر میشه تصمیم های اخیر آقای روحانی هم به نظر من تابعی از همون تصمیم گیری های پشت هستش و دیگه نقطه مقابل هم نمیسته، چون به حداقل در اون چیزی که در جلو اتفاق میافتاد ما در طول حداقل سال گذشته و چند سال گذشته میدیدیم که ایشون اظهار نظر یا معترض اعتراضاتی هم داشت اما در عمل این کار رو هم دیگه انجام نمیده. و همین امروز میخوندم در خبرها آقای روحانی امریکا رو متهم به تروریست بهداشتی یا چیزی از این دست، حرفا که موسا زیاد از ایران میشنویم میکنه. در نهایت به نظر میرسه که ما در یک جا در ایران باید به این برسیم که چیزی که مردم توقع دارن بر چارچوبه حاکمیت جمهوریت در ایران اتفاق بیفته نمیفته و باید منتظر باشن ببینن تصمیماتی که در لایه پشت انجام میشه چقدر در سرنوشت اونها مؤثر هستش و چقدر زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار داد. فکر میکنم نباید توجه کرد به نظراتی که امروز افراد از دستگاه اجرایی میگن، در اینکه در نهایت اینه که خیلی راحت ممکنه سفیر چین وقتی اظهار نظر بکنه یا پاسخ بده همه چیز در نظر و گویش و تصمیم گیری اونها هم عوض بشه. و نگاه شما اونچه که شما میبینید آقای روحانی همونطور که شرکت شیخ پرزیدنت و بالعکس آمده و باز اصطلاح تازه تروریست بهداشتی، همه امور باز به گردن تحریم های آمریکا. آقای مهرانی ببینید در مورد کرونا یک بحران فراگیر جهانی است که همین من و شما هم در امریکا احساسش می‌کنیم در اروپا و در همه جهان. منتها مردم ایران علاوه بر اون بحران کرونا که جهان باش دست به گریبانه، علاوه بر اون با بی‌مسئولیتی و بی‌برنامگی حکومت هم و دروغگویی حکومت، این دروغگویی به نظر من از اون بی‌مسئولیتی و بی‌برنامگی هم بدتره، با این هم دست به گریبانه. و خب چیزی که در واقع معلول این حکومته، تحریم‌ها در واقع معلول حکومته، این ها میخواد به عنوان مشکل اصلی جا بزنه. در واقع اگر تحریم‌ها مشکلی هم باشه، مولد این مشکل در واقع خود حکومت جمهوری اسلامیه. چرا کشورهای دیگه تحریم نیستن؟ وقتی که شما 41 سال سیاستتو مبنی بر این میکنی که با جهان سر جنگ داشته باشی، به مرگ بر این کشور و مرگ بر اون کشور بگی، به کشورها شیطان بزرگ بگی، پرچمشون رو آتیش بزنی، خب چرا توقع باید داشته باشی که تحریم نشی؟ در واقع این تحریم ها اگر، حالا من که معتقدم که در این بی‌مسئولیتی و بی‌برنامه‌ای که حکومت دست به گریبانه، تحریم ها تاثیر چندانی نداره. حتی خودشون هم گفتن در عرصه دارویی و بهداشت اینها در واقع اینا تحریم براشون مشکل ایجاد نکرده. مشکل از اونجا ایجاد شده که حکومت جمهوری اسلامی تمام به اصطلاح کمک ها رو پس میزنه، میگه و من فقط کمک نقدی میپذیرم. من این مثال رو جای دیگه زدم، منم در این مطلبی آوردم، این متکدیانی بودن که در کنار خیابون ها میستادن و الان هم احتمالاً وجود دارن. مثلا وقتی شما میرید میگن آقا ما یه پول به ما بدید با 20 تا نون بخریم، وقتی شما بهشون میگید بیا من 50 تا نون واسط میخرم، میگه نه شما پول همون 20 تا نون رو به من بدید. این نشون میده که این پول قراره تو کوچه بغلی، تو خیابون بغلی به مواد مخدر تبدیل بشه مثلا برای اون متکدیه احتمالاً، و یا خرج خانواده نمیشه. اگر حکومت با مشکل بهداشتی و درمانی مواجه است، باید کمک جهان رو بپذیره، کمک‌های بهداشتی جهان رو بپذیره، پزشکان بدون مرز از کشور خارج اخراج نکنه. در واقع اینها در واقع اون مشکل کمبود مالی که برای حمایت از تروریست دارن، این شکلی میخوان مردم رو گروگان گرفتن و آمار کشتار بالا بره، به جهان بگن مشکل تحریماست و تحریما به این شکل کم بشه و باز پولی دریافت کنن که مثل همیشه خرج مردم نشه و خرج تروریستای جهان بشه. خب ببینید مواردی که باعث تحریم شده، یکی همین حمایت از تروریسم از آقای روزبه، یکی دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه هست اونطور که آمریکا اسنادی رو منتشر کرده، و یکی هم دست برداشتن از اون چیزی که تلاش ها هست برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای.
آیا میشه که مثلا همین سیاست ها رو همچنان ادامه داد و در این حال خواستار تحریم ها، لغو تحریم ها شد؟ این دوتا رو میشه با هم جمع کرد و بعد همه چیز رو به گردن آمریکایی انداخت که از اساس رهبر جمهوری اسلامی گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکایی که حتی براش کمک هم جمع میکنن که بفرستن از این سیاست ها. بزرگترین مشکلی که من در جمهوری اسلامی همیشه میبینم، جمهوری اسلامی دچار یک تضاد درونی و ساختاری بسیار پیچیده است که سالهای سال از ابتدای شروع بهمن 57 آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران این تضاد همیشه وجود داشته. جمهوری اسلامی از یک طرف در زمانهایی که ضرورت ایجاد میکنه به دنبال مظلوم نمایی، به دنبال طرح موضوعاتی مثل حقوق مردم و مسائلی از این دسته، و از طرف دیگه متأسفانه سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های شفافی نیستش و همیشه باید منتظر باشیم در اگر اتفاقی در اقصا نقاط جهان میفته، نمیگم همش جمهوری اسلامی میکنه، ولی همیشه ما باید منتظر باشیم جایی ختمه به جمهوری اسلامی بشه، یا حمایت یا همکاری یا هر چیزی از این. در واقع این آقای چالنگی نمیتونه ادامه پیدا کنه. کرونا یا کووید 19 اتفاقات مهمی رو در جهان امروز به وجود آورده، از جمله اینکه تا چه حد حاکمیت ها حامیان مردمانشون هستن و به اونها دارن کمک میکنن و در شرایط موجود و بحران ها چقدر اونها خودشون رو فدای مردمانشون میکنن. به نظر من این راستی آزمایی بسیار به موقع و به جای، و امروز عملا برگ‌های پشت پرده و برگ‌هایی که رو نشده رو خود به خود داره رو میکنه. حاکمیت در جمهوری اسلامی با کمال تأسف رفتاری رو داره نشون میده، همونجور که آقای مهرانی اشاره کرده، رفتاری داره نشون میده که یک تناقض بزرگ درش هست. از یک طرف ما هزینه موشک‌های میلیون دلاری بکنیم برای حوثی‌ها در یمن، و از یک طرف بگیم که آمریکا همکاری لازم رو برای واردات دارو مثلا با ما نمی‌کنه، یا سیستم بانکی همکاری لازم رو برای تامین محتاج اولیه مردم در ایران نمی‌کنه. بله درسته، شاید اینجوری باشه واقعا. شاید واقعا سیستم موجود بانکی فشارهای معیشتی در مردم ایجاد میکنه. شاید ما برای خرید دارو در ایران امروز با مشکل مواجه باشیم. اینها درسته. ولی تبعات چه چیزی؟ تبعات سیاست‌های نادرست و غیر شفاف یک حاکمیته که تاکنون هیچ وقت حاضر نشده مصالح مردمش رو در نظر بگیره. از نظر من بزرگترین مشکل در اینجا قرار میگیره که بخش از بدنه اصلی حاکمیت به فکر چیزی تحت تعریف، البته من در گذشته معتقدم که شاید آیت الله خمینی باورش برای این بود که جهان اسلام، اما امروز من معتقدم اتفاقا این نسل تازه و نسل بعدی از به فکر جهان اسلامی هم نیستن. اونا در فکر منافع مجموعه نزدیکه به خودشون به یک سیستم اولیگارشی هستن که اونها باید باقی بمونن. این آدما میتونن در حزب الله لبنان باشن، میتونن در یمن باشن، میتونن در بخشی از حامیان طالبان در افغانستان باشن یا این جنبش های در آسیای میانه، مهم این نیست براشون، مهم اینه که اونها این مکانیزم زنجیروار رو چجوری حفظ کنن. و آیا در این وسط مردم از بین میرن؟ بله حتما مردم دارن از بین میرن، و تا روزی که حاکمیت در ایران به این تصمیم نرسه که منافع مردم و حقوق انسانی مردم در کشور حرف اول رو میزنه، به طبع اون مردم هم این رنج رو خواهد. خب آقای مهرانی ببینید، آقای روزبه اشاره میکنه به حاکمیت، اما اونچه که در ایران هست رو آیا ما میتونیم تعریف کنیم یک نظام، یک حکومت؟ محتواش هر چه استبدادی، آیا اونچه که هست، یکی این که گروهی از ملایان رو ما از به هر دلیلی آوردیم گذاشتیم روی مسندای شغلهای، اینو من بارها گفتم، و الان مثلا از یک ملای شیعه ما انتظار داریم مسائل پیچیده بهداشتی رو حل کنه، یا مسائل صنعتی، یا مسائل اقتصادی، یا مسائل سیاست بین الملل. مثلا از قرائتی انتظار داریم که مثلا بیاد زبان فارسی رو بهتر از روانشاد خانلری مثلا گسترش بده، یا بقیه، یا مرحوم رزمی، یا بقیه. این دوتا موضوع رو اساسا چی که در ایران هست، حاکمیت یک حکومت یک نظام چه هست؟ ببینید حکومت ها، حتی شما دکنید در حکومت، من همیشه میگم اگر شما عنوان حکومت دیکتاتوری یا استبدادی به جمهوری اسلامی بدید، در واقع لطفی به این حکومت کردید. این حکومت یک حکومت دیکتاتوری و استبدادی هم نیست. این حکومت اگر بخوایم ببینید بیشتر ویژگی های یک حکومت یا یک نظام توتالیتر تمامیت ها رو داره.
به تمام شونات زندگی مردم دست میندازه، به همه چی دخالت میکنه، اما هیچ مسئولیتی در قبال مردمش حس نمیکنه. ما حکومت‌های دیکتاتوری در جهان داشتیم و داریم که اینها دست کم یک بخشی از ویژگی‌هایی که یک حکومت داره رو دارن. یعنی مثلا در سر بزنگاه‌هایی مثل مسئله کرونا تلاش میکنن که مسئله مردم رو حل کنن، در همه شونات زندگی مردم دخالت در واقع نمیکنن. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت‌خواهه که در همه شونات زندگی فردی و اجتماعی مردم دخالت میکنه، در حالتی که مردم کرور کرور از کرونا میمیرن، گشت ارشادش به راه به مهمانی های مردم حمله میکنه. اون ویژگی سرکوبگرش رو حفظ کرد در واقع و هیچ مسئولیتی در قبال مردم در واقع نداره. به سوال دوم اگر بخوام جواب بدم، ببینید، آیت الله خمینی میگفت فرض کنید پدران ما به شماها رأی دادن، شما رو دوست داشتن، به حکومت پیشی میگو، ولی ما دیگه نمیخوایم. ببینید این حرف درستی بود. اگر در واقع دموکراسی شیوه حکومتی نیستش که فقط میتونه نصب کنه، حکومت ها رو نصب کنه، بلکه باید بتونه عزل هم بکنه. ببینید من یکی از ایرادایی که به برخی از روشنفکران ایرانی، روزنامه‌نگارا اینها میگیرم در شرایط کنونی و در شرایط مشابه، اینه که مردم رو به دلیل انتخاب حکومتی مثل جمهوری اسلامی مقصر کلیه مشکلات قلمداد کنه. در واقع حکومت هم به یه شکل دیگه ای به این دامن میزنه. حکومت چیکار میکنه؟ در همین سر ماجرای کرونا، در حالی که مردم مجبورن که برن سر کارهاشون، بسیاری باید سر کارهای اداری برن و بسیاری هم کارگران و کارمندان روزمزدی هستن که نمیتونن زندگی روزانهشون رو تامین کنن و مجبورن بیرون برن، بیرون از منزل برن و حکومت هم مسئولیتی در قبال اینا تقبل نمیکنه. و در اون ور صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی مدام میگن که مردم در خیابان ها هستن و مشکل رو به گردن مردم میندازه. این مشکل رو به گردن مردم انداختن در برخی امور ممکنه درست باشه، در برخی امور نادرست. ببین اگر یک روزی ملت در سال 57 خطایی کردن و حکومتی به تعبیرشون حکومت ملایان رو بر سر کار آوردن و حتی به فرض اون انتخابات تقلبی و انتخابات بیمفهوم رفراندوم در واقع 58 هم درست فرض کنیم، حتی خب اومدن یه خطایی به فرض کردن این ملت، ولی بارها و دیگه هیچ موقع نتونستن که این نسبی رو که انجام دادن عزل کنن. در واقع نظام های دموکراتیک که رو نسب کردید و نتونی عزلش کنی و بگی خب یک بار انتخاب کردی و تموم شده. این اینجاست که وقتی که مردم به شکل‌های مختلف، حتی در اون انتخابات‌های سوری و فرمالیتو انتخاباتی که جمهوری اسلامی برقرار کرده نشون دادن که در اون فضای بسته‌ای که امکان براشون داشت نشون دادن که اون بالاخره اون نظام رو نمیخوان، یا حتی از 96 مردم در خیابون کشته دادن و آخرینش آبان ماه 1500 کشته دادن و بارها به اشکال مختلف نشون دادن که این حکومت رو نمیخوان. دیگه در اینجا دیگه نمیشه مردم مقصر دونست. اینجا دیگه مردم دارن تلاش میکنن ولی با یک حکومت سرکوبگری مواجهن که نمیذاره اندک صدای مردم در جهان شنیده بشه. ناگهان یه مثال دیگه بذارم. شما نه حالا مسئله قرنطینه، خیلی کوتاه بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید. میگه نمیتونیم انجام بدیم، قرنطینه با شرایط اقتصادیمون نمیخوره. ولی شما ناگهان تو همون آبان 98 با سرکوب قرنطینه میخواد انجام بده. اینترنتو قطع میکنه، مردمو به زور به خونه ها میفرسته. و چرا اون موقع به فکر اقتصاد نیست؟ مگه اون قطع کردن اینترنت ببینید نشون میده که ملت این حکومت رو نمیخواد و حکومت داره سرکوب میکنه و از یه طرفی هم میخواد بگه که حکومت مردم مقصر امر میدن نه حکومت. بله، باز سر اینکه در 57 چه اتفاقی افتاد، چه رویدادی و چرا چنین شد، بحث بسیار طولانی است و مورد بحث امروز ما نیست. اما آنچه که هست بر این نظر هم هستن که تمام اطراف درگیر در این ماجرای 57 به هر حال مقصر یا اشتباه کردن یا مرتکب اشتباه شدن. این نظر این رو هم میگه که حتی خود آیت الله خمینی با گرفتن قدرت سیاسی، چون تمامی اعتبار مذهب رو به گفته خودش حتی خرج قدرت سیاسی کرد، خرج حکومت کرد. حتی آیت الله خمینی برای این نکته تأکید کرد که ما برای حفظ حکومت مجاز هستیم واجبات رو تعطیل کنیم. کفر مطلق. برگردیم به کرونا و وضعیت موجود و جاری و امروز ایران. آقای روزبه، حکومت های برش مقدور نیست،
تمام این کارها، تمام این صحبت‌ها به کنار، پور نقدی که زیر نگین آقای خامنه‌ای هست و بقیه بنیاد مستضعفین و بقیه و بقیه، همین درآمدهای استان شما خراسان، آستان قدس رضوی، اینا رو ورداره همونطوری که با گونی و کیسه و چمدون میره به این ور اون ور لبنان و جای دیگه، ببره و خرید کنه مایحتاج خودشو. فکر نمی‌کنم مشکلی باشه. هست به قاعده این پاسخ این سوال بسیار پاسخ ساده است. بله، امکانش هست، به خاطر اینکه ما در ایران از یک سرزمینی داریم صحبت میکنیم که سرشار از منابع ملی، سرشار از معادن، نفت و گاز و بسیاری از چیزهای دیگه، از جمله نیروی انسانی جوان و جمعیت مناسب و وسعت خاک در واقع برخورداره. و کمتر از این حرفا سرمایه گذاری کلان در کشورهای دیگه در طول سالهای گذشته راه اندازی شده، اونها سودای زیادی رو میرن. حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوبی، شما کشورهایی رو میبینید که با کمترین امکانات به معنای واقعی کلمه موز آمد و شده مالی و گردش مالی بسیار بالایی رو هنوز هم در این بحران‌ها دارن. درست اونها هم در حاشیه خلیج فارس بودن، یعنی آب‌های پر از بحرانی که در 40 سال گذشته ما زجرش رو کشیدیم، اتفاقاتی که در منطقه افتاده و اونها بهرهش بردن، به دلیل سیاست‌هایی بوده که در این کشور اعمال شده. در کشوری که متأسفانه امروز ما می‌بینیم تناقض در اون مالامال، یعنی در شرایطی که فرزندان بسیاری از مسئولین کشور اتومبیل‌های میلیاردی سوار میشن و هنوز در حاشیه تهران، اگر شما یک خانه 40 متری بخواید بخرید، قیمتش با همه همین گرونی ها ممکنه با 50 میلیون تومان بخرید و یک فرزند آقازاده، حالا به روایت یار با لفظ آقازاده میگم، فرزند یک مسئول کشور اتومبیل 3 میلیارد یا 4 میلیاردی میتونه سوار بشه، عمق فاجعه رو اینجا فراموش نباید کرد که حکومت هایی هستند در جهان که از ابتدا بر پایه همون باورهایی که چه بر پایه استبداد و چه بر پایه انتخاب مردم بودن ایستادن، و شما این تناقض ها رو به این معنا توش نمید، با همه عیوبی که ممکنه بر کشوری مثل کوبا وارد بشه، برصورت شما این شرایط رو به صورت اگر چاره در صورت حالای اخیر پنجره ها در حاکم باز شده این کشور، ولی نمیبینید این تناقض این چنین در شوروی سابق به این معنا وجود نداشته. در چین هم حتی ممکنه با اینکه امروز دیگه حالا ماهیت کمونیستیش دیگه خیلی پررنگ نیست نسبت به ماهیت سرمایه داریش، اما در صورتی میخوام بگم این تفاوت به این معنا فاحش نیستش. شاید به صورت یونیک و به صورت خاص بتونیم راجع به مدلی صحبت بکنیم به اسم جمهوری اسلامی که تناقض آشکاری در حتی همین اسم وجود داره. جمهوریت و اسلامیت دو نکته کاملا متضاد هستند، ولی از همون ابتدا با این تعریف انتخاب شده و این دوتا رو با یک بحث نچسب به هم چسبوند. ما میتونیم سرمایه کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت امروز استفاده کنیم و مسئله ما فقط پولهای بلوکه شده در بانکهای بین‌المللی، مسئله ما عدم امکان ایجاد ترانزکشن های مالی با دولت های مثلا اروپایی یا آمریکایی نیست. واقعیت هم اینه که ما با مشکل بزرگی روبرو هستیم و اونم اینه که سرمایه های مردم برای مردم خرج نمیشه. این بزرگترین مشکل هست، وگرنه پولهایی که به صورت معدن، به صورت منافع زیرزمینی، به صورت امکانات بالقوه در کشور وجود داره، عددهای مهمی مثل مثلا سرمایه های آسمان قدس حتی در اون عددی حساب نمیشه. ما بهتر از این رو داریم، ولی با کمال تأسف متأسفانه خرج نمیشه. 10 روز یا 12 روز طول میکشه که رهبر جمهوری اسلامی اجازه بده در بحران فعلی از پول ذخیره‌های صندوق ملی استفاده بشه، یا در شرایط موجود شما می‌بینید که مجلس موافقت نمی‌کنه با بعضی از طرح‌هایی که کاملاً با سلامت مردم روبرو هست، و اینها نشون میده که در حال ما تصمیماتی که در کشور ایران گرفته میشه مسئولینش بر پایه حقوق انسانی و بر پایه حقوق مردمش نمیشه. لذا پاسخ خیلی ساده، بله این پول‌ها میشه خرج بشه، منتها به شرط اینکه همت و تمایلی برای خرج کردن اونها برای مردم وجود داشته باشه. خب در چنین شرایطی هست که قطعا برخی از بینندگان ما در جریان هستن، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آمده و هزار امیدواری یا آرزو کرده که روزی مردم ایران صاحب رژیمی شوند که به خواسته‌های واقعی آنها احترام بگذاره. هم نکته‌ای که
اردوان آقای روزبه اشاره کرد که این رژیم حاضر پول خرج کنه ولی نه برای مردم. این آرزوی وزیر خارجه آمریکا آقای مهرانی، این همسویی با اونچه که مردم ایران میخوان بر چه اساسی هست؟ این همراهی که در کلام دست کم دیده میشه یا در عمل نشونه‌ای از اون دیده میشه، برخلاف سیاست‌های قبلی آمریکا در دوران آقای اوباما که بیشتر همراهی با اونا بود به قول مردم ایران، نه با ما، یعنی مردم ایران. این بر چه اساسی؟ ببینید آقای چالنگی، این تداوم 41 ساله جمهوری اسلامی فقط با سرکوب حکومت میسر نمی بود. یعنی اگر فقط فاکتور سرکوب بود و کمک های خارجی و حمایت های خارجی، حمایت های کشورهای اروپایی و کشورهای غربی اگر نبود، این دوام و تداوم جمهوری اسلامی تا الان امکان پذیر نمی بود. ببینید، بسیاری از ما این ضرب المثل رو شنیدیم، خیلی هم استفاده میکنن که بله حکومت های غربی هیچ نمیدونم گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره یا حکومت های غربی منافع خودشون رو میخوان. ببینید در سیاست، من اینو میخوام از قول یک شهروند ایرانی، یعنی اون بخشی که شهروند ایرانی هستم بگم، شهروندای ایرانی، ببینید حکومت ها درسته همه منافع خودشون رو میخوان، اما یک حکومت ملی یا یک اپوزیسیونی که به منافع ملی توجه میکنه باید در شرایطی که در جهان به وجود میاد رابطه‌ای با کشورهای غربی، با حکومت‌های غربی برقرار کنه که اون رابطه به یک رابطه برد برد برای مردم و برای جهان تبدیل بشه. درسته حکومت‌ها منافع خودشونو میخوان، اما ما هم به عنوان اپوزیسیون یا یک حکومت ملی اگر فردا و یک حکومت سکولار اگر فردا سر کار بیاد و پس از جمهوری اسلامی، اون هم به منافع خودش توجه باید کنه و در این رابطه با جهان رابطه برد برد باید اتفاق بیفته. الان کسی نمیدونم عاشق از به عنوان شهروند ایرانی عاشق چشم ابروی ترامپ نیست، ولی سیاست هایی که این دولت جدید پیش گرفته و فشارهای حداکثری که بر جمهوری اسلامی آورده، اینها موجب شده که اگر ملت ایران بخواد و اراده کنه، فرصت خوبی نسبت به دورهای گذشته یا دورهایی که آقای اوباما بود، فرصت بهتری داره که بتونه این رابطه با غرب و به یک رابطه برد برد تبدیل کنه و به یه شکلی حکومت جمهوری اسلامی رو بر بیاندازه. در واقع این حمایتی که داره انجام میشه از طرف آمریکا و این فشاری که بر جمهوری اسلامی میاد بسیار به نفع مردم خواهد بود اگر از این فرصت استفاده بشه و صدای مردم به گوش جهان برسه. نگاه میکنیم با همه، ببین خیلی ها میخوان بگن که آقا این فشارها، این نمیدونم تحریما همش بر گرده مردم میاد یا مردم ناراضی ان. شما نگاه از آبان از 96 تا این 98 یک دونه شعار شما در مردم در خیابون ندادن که اون شعار ضد آمریکا یا ضد اسرائیل یا ضد غرب باشه. شما یک شعار مرگ بر آمریکا از جانب مخالفین نمیشنید، در عکس شعار دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست یا نمیدونم پشت به دشمن رو به میهن، در واقع دشمن اصلی جمهوری اسلامی قلمداد کردن. مردم میدونن اگر تحریم است، اگر فشار اقتصادی است که هست، نتیجه سیاست های 41 ساله جمهوری اسلامیه. به نظر من این حمایت، حتی اگر به شکل لفظی هم که انجام میشه، حمایتی که به نظر من انرژیزاست و به نفع اپوزیسیونه و باید از این فرصت استفاده کنه. خیلی کوتاه بفهمید آقای روزبه، آیا منافع و مسائل مشترکی وجود داره بین مردم ایران و مردم کشورهای دیگه مثل آمریکا، مثل اروپا، مثل کشورهای منطقه؟ اگر هست شما در چه میبینید طریق تأمین این منافع رو، مساله رو، فایده ها رو، هرچی که از برای مردم ایران چطور میبینید؟ در چه نوع نظام حکومتی میبینید؟ جهان امروز دیگه جهانی نیستش آقای چالنگی که ما بتونیم بگیم ما در یک جزیره تنها زندگی میکنیم و بر اساس اون معیار سنجش زندگی و عیار زندگی و کیفیت زندگی رو بذاریم. شاید در گذشته 5 دهه پیش، 6 دهه پیش به هر حال مردم در یک کشور پشت دیوارهای بسته، پشت مرزهای بسته زندگی میکردن و شاید خیلی بهتر میشد اون موقع کنترل کرد اونها رو به لحاظ ارتباط با جهان بیرون، مقایسه زندگی با جهان بیرون. امروز حق هر انسان یک از حکومتش بپرس و پرسشگر باشه. این ساده ترین و بدیهی ترین حقه که یک شهروند از حکومتش سوال بکنه و بخواد حکومت اون جواب بده.
یک شهروند ایرانی امروز حق داره بپرسه چرا زندگی و کیفیت زندگی من و عیار زندگی من به خلوص و بالای مثلا یک شهروند در سوئد. این حق یک انسان، این حق یک ایرانی. ما در دنیای امروز بنابر چیزی که من همیشه بهش اعتقاد دارم که معتقدم جهان فردا را همین تکنولوژی و امکاناتی که برای ما به ارمغان آورده عوض خواهد کرد و نه سیاستمداران، باورم بر این هست که ما امروز میفهمیم مردم ایران خودشون رو مقایسه میکنن و شاید اعتراضاتی که امروز وجود داره و هدفمندتر شده از اتفاقاتی که پیش از این در کشور افتاده بود و اعتراضاتی که در طول 40 و خورده سال گذشته رخ داده، امروز اگر هدفمندتر شده به خاطر اینکه این مردم با اتکای تکنولوژی موجود در جهان حق دارن و فرصت این دارن خودشون رو مقایسه کنن با مردم حتی در ترکیه، در همسایگی خودشون، با مردم دیگر در اروپا، در زندگی مردم در هلند، در فنلاند، در امریکا حتی. بله، این حق همه مردم هستش که مثلا متصل باشن به جهان امروز. راهی جز این جلو پای ما نزده که آدم ها باید هم رو ببینن و وحدت رویه‌ای داشته باشن در خواسته های انسانی و جهانی. اما حکومت ها تا کجا همراهی میکنن؟ به نظر من این هنوز فاصله بین بزرگ بین مردم و حاکمیت ها که مخصوصا در کشورهای در حال توسعه متأسفانه این فاصله هر روز بیشتر میشه که کمتر نمیشه. البته خب در کشورهای به هر حال آزاد این فاصله کمتر و کمتر هست و شدن. سپاسگزار هستیم، با شما خواهیم بود، ادامه خواهیم داد. دو مهمان عزیز برنامه امشب تفسیر خبر تا لحظاتی دیگر. کرونا در زندانهای جمهوری اسلامی، آقای محمد حسین سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره در زندان به کرونا، ویروس کرونا مبتلا شده است، و زندانیان دیگر. گزارشی منتشر شده از توسط خانم سپیده فرهان درباره وضعیت بسیار بد زندانیان سیاسی، به ویژه زنان زندانی مانند خانم مریم اکبری منفرد، نیلوفر بیاتی، الهام برمکی، رضوانه خانبیگی، آتنا دائمی عزیز، فعال و مدافع حقوق کودکان، زهرا زهتابچی، نسرین ستوده، منیره عربشاهی، فریبا عادلخواه، نگین قدمیان، سپیده کاشانی، سبا کرد افشاری، مژگان کشاورز، سمانه نوروز مرادی و زندانیان بسیار دیگر، زینب جلالیان. فارغ از هر عقیده و مرام و روش سیاسی که دارند، زندانیان سیاسی و حتی غیر سیاسی صاحب حقوقی هستند. ابتدایی ترین حقوق ایران نیز امضا کننده آن بوده و هست و به اعتبار خود باقی است، تأمین خدمات بهداشتی و پزشکی برای زندانیان هست، حتی زندانیان مرتکب جرمهایی مانند قتل. تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهیم کرد با برادر آقای محمد حسین سپهری که خواهر ایشون نیز در زندان، خانم فاطمه سپهری. آقای اصغر سپهری با ما خواهند بود. من به اشتباه گفتم در خراسان، ایشون در نیویورک هستند. همین حوالی، تا لحظاتی دیگر. آقای اصغر سپهری سلام به شما. درود بر شما آقای چالنگی، درود بر بینندگان و شنوندگان شما. بله، نیویورک خب بسیار وضعیت بدی داره که خوشبختانه در روزهای اخیر مثل این که بهتر شده از جهات مهار کردن کرونا، نیست؟ بله، میگن یکم نرخ مرگ و میر و مبتلایان کمتر شده، اما خب همچنان ما در خونه هستیم و از خونه هم باید کار بکنیم. خب شما اما در ایران متاسفانه وضعیت بهتر نشده، در زندان ها که اساسا بهتر نشده. روز یک شنبه برادرم تماس گرفت با خونه، یک شنبه 17 فروردین، و گفت از روز 9 فروردین علائم شبیه کرونا در ایشون پیدا شده، مثل تب، سرفه های خشک و همچنین فشار خونشون که تنظیم نبود. پزشک زندان وکیل‌آباد مشهد به ایشون
قرص فشار خون میده که تبش قطع میشه، اما به شربت سینه که هیچ تأثیری نداشت. ایشون چند شب بسیار سخت رو گذرونده بود، میگفت اصلا نمیتونستم بخوام، گاهی وقتا اصلا نفسم بالا نمیومد. به هر حال 14 فروردین تصمیم میگیرن که زندانیان سیاسی، مردان زندانیان سیاسی و امضا کننده های بیانیه 14 رو به زندان اطلاعات مشهد منتقل بکنن. اونطور که دادستان میگه یک نامه از زندان وکیل‌آباد دریافت کرده بودن که زندان وکیل‌آباد گفته بود که ما نگران شورش هستیم، این افراد ممکنه لیدر شورش ها بشه. با همچین ادعایی اینا رو فرستاده بودن به زندان اطلاعات مشهد روز 14 فروردین. روز 16 فروردین هم خواهرم رو از زندان وکیل‌آباد به زندان اطلاعات بردن. خلاصه در اون فایل صوتی که ایشون صحبت کرد و صداش هم به شدت گرفته بود، گفتش که تقریبا تمام علائم کرونا رو داشته و وقتی آوردنش به زندان اطلاعات مدتی با آقای مرتضوی در یک سلول بوده، بعد پزشک اطلاعات میاد و ایشون معاینه میکنه و دستور میده این رو قرنطینه، در حقیقت یه انفرادی هست ببرید. خب تمام اینها ایشون رو به این نتیجه رسونده بود که کرونا گرفت و اونجا هم تو اون فایل صوتی که ما منتشر کردیم هم این رو عنوان میکنه. امروز که خانواده ما مراجعه کردن به دادگاه، دیگه گفتن با اجازه نمیدیم که این زنگ بزنن به شما چون شما فایل صوتی رو منتشر کردید، از همین دادگاه بیاد ما تماس میگیریم که صحبت بکنیم. برحال این تلفن ها رو ببخشید عزمو، این تلفن ها رو با چه هدفی اجازه میدن؟ یعنی جز رعایت حقوق زندانیان هست، ترفندی هست، اطلاعاتی میخوان به دست این در زندان که هر روز زندانی، حالا دقیقش رو نمیدونم، اما 7 تا 10 تا 15 دقیقه اجازه صحبت داره، اجازه داره تلفن بزنه. شنیدم چند تا شماره محدود رو میتونه بده و با اونا تماس بگیر. حالا اطلاعات که برده بودن بهش اجازه داده بودن با خانه تماس بگیره، این خب حقوق زندانی هست. امروز در دادگاه خانواده تونستن تلفنی باهاش صحبت بکنن و ایشون خبر داد که همون یک شنبه شب ایشون رو بردن به بیمارستان امام رضای مشهد. یعنی تا زمانی که ما قضیه رسانه‌ای نکردیم حاضر نشده بودن به بیمارستان ببرن. گفت به بیمارستان که بردن در اونجا اصلا تسکیت برای کرونا نداشتن و یه عکس سی تی اسکن گرفتن و یک مأمور اطلاعاتی هم بود که فشار می آورد که هرچه سریعتر نتیجه منفی رو اعلام بکنید. خلاصه گفت بعد از این که عکس رو گرفتن سریع هم گفتن نتیجه منفی و برگردوندن دوباره به همون زندان اطلاعات مشهد در انفرادی که حالا میگن بگید ما در قرنطینه گذاشتیم شما. اونطور که خانواده به من گفتن حال ایشون همچنان بد هست. حالا حتی اگر این کرونا نباشه، چون حالا اینا میگن ما بر اساس اون تست، بر اساس اون عکس سی تی اسکن میگیم کرونا نیست، همچنان از خدمات پزشکی ایشون محرومن. دیگه دکتر به غیر از همون یک دفعه که اومده بود دیده بود دیگه نیومده ایشون رو ببینه. شرایط واقعا نگران کننده است. اشتهاشون گفت از دست داده، فقط یکم میوه تونسته بخوره، هیچ دارویی هم در دست دستش نیست. و اینها آقای سپهری عزیز البته ما امیدواریم که کرونا نباشه، خبر رو پس خواهیم تصدیق کنیم که امیدوار هستیم، اما اون چیزی که در زندان جمهوری اسلامی رخ میده به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. بودن بیمارانی که اعلام کردن بیماری ندارن ولی بعدا معلوم شد که متاسفانه بیمار بودن و بسیار هم بیمار. به هر حال اما این تجدید تایید احکام دادگاه، تجدید نظر احکام زندان خواهر برادر شما آقای نوریزاد و بقیه امضا کنندگان بیانیه 14 نفره عملا تایید کرده، یعنی در این زمینه آیا خبری دارید؟ و اینکه به هر حال خانواده خواهر و برادر شما در چه وضعیتی هستند؟ خانم فاطمه سپهری دارای فرزندانی هستند،
و بفرمایید. عرضم به خدمت شما، حکم دادگاه اولیه برای خواهر و برادرم هر کدوم 6 سال بود که در تجدید نظر 6 سال برادرم تایید شد، برای خواهرم 32 ماه تایید شد. برای بقیه هم همون احکام، حالا آقای نوریزاد، آقای خواستار، همون احکام تایید شده، فقط مثل که مقدار اون تبعیدشون نمیم حالا کم شده بود یا لغو شده بود، اما اون زندانهای طولانی 15 سال 16 سال همچنان بود. والا وضع خانواده خب خیلی نگرانن، هم نگرانی اصلیشون الان سلامتی اونهاست، اینکه تو اون شرایط زندان چه بیماری هایی گرفتن، اینها باید هر چه سریعتر آزاد بشن. جمهوری اسلامی میاد با تبلیغات فراوان میگه ما 80,000 نفر رو آزاد کردیم، نمیدونم چقدر زندانی سیاسی آزاد کردیم، اما بعد میگه که میگن زندانی امنیتی به اینا، نمیگن زندانی سیاسی، که بتونن توجیه بکنن که ما اینا رو آزاد نمیکنیم برای امنیت مردم ایران، در حالی که این کاملا برای ما مشخصه که این یک کینه هست که آقای خامنه‌ای با خاطر امضای این بیانیه از اینها داره که آزاد نمیکنه. و الان خانواده برادر من، دو تا پسر داره 5 ساله و 12 ساله، همه نگرانیم از این وضعیتی که الان پیش اومده. خواهرم هم خانوادهش نگرانن. خلاصه وضعیتی بسیار بدی رو برای خانواده ها پیش آوردن. الان هم که منتقل کردن به اطلاعات، خودشون میگن ما برای امنیتشون و برای نمیدونم سلامتیشون که در قرنطینه باشن منتقل کردیم، اما از اون طرف حقوق زندانی رو برای تلفن کردن اینا محدود کردن. سپاس بسیار داریم از شما، سپاسگزار شما هستیم و امیدواریم روزی نه دور و دیر هیچ کس به خاطر افکار و عقاید و بیان سخنانی در جهت مساله مردم و عقاید خودش به زندان نره، نه در ایران، در هیچ کجای جهان. با سپاس و مطمئن هستم در نیویورک مواظب خودتون هستید آقای اصغر سپهری گرامی. اما شما بفرمایید آقای مهرانی، وقتی میبینید حکومتی اسم بردن خانم فاطمه سپهری، سرکار خانم فاطمه سپهری، مدرس پیشین قرآن، اسم بردن از آقای مرتضوی، جانباز جنگ 8 ساله، در زندان هستن، خود آقای سپهری معلم، وقتی یک حکومتی چنین افرادی رو هم در زندان خودش داره با این حکمای طویل المدت، این نشوندنده چه وضعیت حکومت؟ حکومت، همونجور که در برنامه هم گفتم، حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت هایی که به هیچ بخشی از جامعه خودش، ببینید شما حتی اگر بخواید دعای توکل، دعای توسل هم برگزار کنید در ایران، اگر یک عمومی باشه باید حکومت خودی باشی. به قول یک عزیزی میگفت این مرگ برای آمریکا رو حتما باید جمعه در نماز جمعه بگی، اگه دوشنبه برید تو خیابون بگی بازداشت میکنن. یعنی همه چی از کانال جمهوری. این که میبینید شما جانباز، معلم قرآن، اینها مهم نیست، مهم اینه که چقدر خودیست یا غیر خودیست. ببینید الان من داشتم همین موقعی که آقای سپهری داشتن در مورد وضعیت برادرشون صحبت میکردن، داشتم به شبنم نعمت‌زاده فکر میکردم، دختر آقای محمد رضا نعمت‌زاده که وزیر و معاون وزیر بوده تو دولت موسوی، رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و حتی روحانی و همین روحانی. ایشون اختلاس کردن، محتکر دارو بودن، برای اینکه کرونا نگیرن در زندان مرخصشون کردن از زندان به اصطلاح. خب شما نکنید جا حکومتی که سپهری معلم، معلم قرآن، روشنفکر، روزنامه‌نگار براش خطرناکتر از یک محتکر و دلال دارویی که در شرایطی که ملت به قول خودشون در تحریم و دارونن داروها رو انبار میکرده و تا گرانتر بفروشه، حکومتی که براش اینها خطرناکتر از یک مش محتکر و دزد و چپاولگرن، شما میتونید ببینید که این چه حکومتی است واقعا که به این شکل است. خب آقای روزبه، شما در زندان وکیل آباد بودین در زمانی که بازداشت شدید؟ تجربه دارم بابا. متاسفم از این بابا. آنچه که شنیدید از آقای اصغر سپهری، چه تصویر تازه ای از اوضاع در ایران به شما میده؟ به نظر من تکرار مکررات یک رنجه. یعنی این که در یک کشوری شما بگویید
مردم حق دارن اعتراض کنن، مردم حق دارن نظر بدن و در عین حال در توامن اگر کسی از حق قانونی که متصور قانون اساسی براش استفاده بکنه به زندان طویل المدت محکوم میشه. تصویری در ایران متاسفانه عوض نشد. در واقع قضیه این هست که در دوران‌های مختلف ادوار مختلف در ایران حلقه نزدیکان فقط تنگتر شده. یعنی در گذشته به صورت عام اگر کسی حتی در سال 57 نشان و نماد انقلابیگری ریش داشتن بود، امروز بسیاری از کسانی که دستگیر میشن زندانهای طویل المدت میرن دیگه ریش دارن. اگر اون موقع تقید و تعهد به یک دین مشخص یا یک باور مذهبی بود، شیعه‌گری بود یا چیزی از این دست بود، امروز همه اون شیعیان هم در اون کشور زندگی میکنن، بخشی از آدمهایی هستن که دشمن حاکمیت به حساب میان و حاکمیت اونها رو دشمن قلمداد میکنه. این حلقه به مرور در طول سالهای گذشته فقط تنگتر شده و هیچ چیزی در نوع نگاه حاکمیت در ایران به نظر من عوض نشده. در طول سالهای گذشته فراموش نکنیم ما برگهایی رو داریم که با کمال تأسف لحاظ انسانی من برگهای ننگین یک حاکمیت قلمداد می‌کنم، فارغ از هر گونه نهله سیاسی. مسئله کشتار زندانیان در سال 67 مشهور زندان کشتار خاوران، مسئله برخورد با معترضین در خیابان، کشتار اونها و عددهایی که هنوز هم مشخص نمیشه که به طور واقعیت حاکمیت حاضر به پذیرفتن تعداد افراد زیادی که در خیابانها کشته نیستش و مواردی از این دست که امروز میبینیم، چیزی در تصویر موجود جمهوری اسلامی به نظر من عوض نشده. جمهوری اسلامی اساسا فرصت‌های طلایی زیادی رو از دست داده. فراموش نکنید حکومتی که با هر حال چه خوب چه بد با یک رأی بالا بعد از انقلاب انتخاب میشه، میتونسته شانس اینو داشته باشه که تداومش رو با نزدیکی به مردم تثبیت کنه، در حالی که این کار رو با یک رفتار کاملا مستبد منجمد و حفظ نیروهای نزدیک به خودش انجام داده و به نظر میشه نیروهای نزدیک به خود حکومت این روزها حلقهشون بسیار کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر داره. خب البته بلافاصله اولین اقداماتی که کرد همون اعدام‌های نخستین بود بر پشتبام مدرسه علوی. بر پشتبام مدرسه علوی از اونجا آغاز شد صدای گلوله‌هایی که در زیر آسمان ایران پیچید و تا به امروز هم ادامه داره. شما اگه بخواید به عنوان یک روزنامه نگار، کار برنامه ریزی برای یک کشور نیست، من اینو میدونم، اما اگه بخواید به عنوان یک روزنامه‌نگار به ما بگید آرزوی داشتن چه نظام یا چه وضعیتی رو در کشور خودتون دارید ایران، آقای پومپئو اون حرف رو زد، شما چه خواهید بود؟ در کمتر از یک دقیقه شاید بتونم در مورد آرزوم اگر بخوام صحبت کنم به شما خواهم گفت. اول نسل سریع و شفاف یک قانون واقعی به معنای قانون اساسی در یک کشور که تابع نه حاکمیت ها و نه نظر افراد نزدیک به یک سیستم، که تابع بر اساس نیازهای یک جامعه نوشته شده باشه و اجرای تام اون قانون توسط همه افراد در اون جامعه هست. به تبع در اون قانون یک روزی امیدوار هستم که حقوق همه قومیت ها، افراد، نژاد ها و جنسیت ها در اون رعایت بشه و مردم ایران از تنوع بسیار زیبا و یونیک و اختصاصی برخوردار هستن بتونن برابر در همه جا از حقوق برابر برخوردار باشن و روزی بتونن در خیابان بر علیه حاکمیتشون حرف بزنن و نگران این نباشن که دست بخواهن شد. آرزوی اردوان روزبه، راه حلی که میشه از این طریق به چون این آرزوی رسید رو در خود سخنان ایشون مستطن هست. و شما آقای مهرانی عزیز، کشور شما، کشور ما، همه بینندگان ایران، و شاید یکی بزرگترین آرزوهای شخصی خودم هم باشه اینه که یک حکومت دموکرات سکولار، یک قانون سکولار مبتنی بر عقل عرفی و تفکیک نهاد دین از حکومت باشه، هیچ دینی مبنا نباشه، هیچ نژادی برتری نژادی جنسیتی مبنا نباشه و همه اینها شرط لازمش به نظر من برافتادن جمهوری اسلامی است. بنابراین من اگر بخوام در یک جمله بگم آرزو ما آرزوی جز برافتادن رژیم جمهوری اسلامی نداره.
سپاس از هر دو مهمان گرامی، آقای بهزاد مهرانی. آرزویی که مطمئن هستم بسیاری بسیاری از شما بینندگان عزیز، میلیون ها ایرانی در چنین آرزوهای با مهمانان ما هم صدا هستید و همراه. با سپاس بسیار از شما آقای مهرانی و آقای اردوان روزبه گرام. بله، من آرزویی که گفتن از هر قوم و نژاد و مذهبی که هستند به خاطر عقاید دینی خودشون تیرباران نشن، اعدام نشن، مانند هموطنان بهایی ما. هموطنان بهایی ما که طی این 41 سال در سراسر ایران چه مصیبت ها کشیدن، چه رنج ها متحمل شدن و چه کشته ها دادن به تیر ملایان شیعه، همینطور نوکیشان مسیحی، هموطنان یهودی ما و زرتشتی ماست، چه رنج ها کشیده و میکشند و چه کشته های. این رو من بگم، اشاره کنم که خانم سپیده فرهان از کسانی بود که در اعتراضات 96 بازداشت شده بود، بعد از مدتی آزاد شد و مجدداً به زندان فراخوانده شد. گزارش ایشون در رسانه‌های اینترنتی منتشر شده. و ما خبر دیگری داریم، کشف 2.5 تن مواد مخدر در روزهای نخست سال جاری، که این رو رئیس پلیس پایتخت گفته که این مقدار کشف شده است. مواد مخدر در ایران اعلام شده که حدود 2 میلیون معتاد در ایران وجود داره، که هر کدوم از این معتادان، من نمیدونم وزن مواد مخدر به چه شکل هست، چون انواع و اقسام داره، حتی 1 گرم مصرف کنن 1 گرم میشه 2 میلیون گرم، که در واقع 2 تن میشه اگر اشتباه نکنیم. این دست کم آمار رسمی هست، یعنی روزانه یه همچین حجمی وزنی صرف میشه، مصرف میشه مواد مخدر در ایران. و این حجم رو قطعا بدون قدرت سیاسی، حکومتی، نظام، هر چی که هست، نمیشه اون هم بالای 30 سال جابجا کرد. آماری رو من دیده بودم از سازمان ملل متحد، این رو اشاره کردم که اتفاقا مسئول این ماجرا در خاورمیانه شخصی عراقی بود و که بسیار انسان نازنین، در عراق هم مشکلی بود نه به این هم. و این آمار رو که ایشون تهیه کرده بود بسیار آمار غم‌انگیز بود. بیش از 30 سال هست که چنین روند مصرف مواد مخدر در ایران هست و طبعا قاچاقچیان خرده پا نمیتونن چنین حجمی رو جابجا کنن مگر با بهره‌مندی از حمایت حکومتی، همون شکلی که در آمریکای لاتین هست. برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل مکزیک، مثل کولومبیا، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، بیش از 30 سال هست که چنین روندی در ایران هست، از افغانستان و از طریق مرزهای شرقی کشور بخشی از اون در ایران مصرف میشه، که اشاره کردیم که بخش کوچکی از اون کشف شده در 20 روز نخست، 2.5 تن مواد مخدر، و بقیه صادر میشه که باز هم باندهای بهره‌مند از قدرت حکومتی. این رو هم بگیم که خود ما کم داشتیم در ایران، آقای مقتدا صدر هم آمده در اونجا علاوه بر اقدامات تروریستی در حاشیه اون آمده و گفته به مردم برای رفع بلای ویروس کرونا 30 دقیقه سجده کنن. شما 30 دقیقه بیشتر سجده کنید و بقیه ملایان بهره‌مند از درآمدهای نفتی ایران به جای مردم ایران، و ظاهراً شما به خداوند مدعی هستید، نزدیکتر از مردمان دیگر هستید، بنابراین دعای شما مستجاب خواهد شد و این گونه کرونا بساط خود رو از ایران و عراق و بقیه جاها برخواهد چید، به گفته آقای مقتدا صدر. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادرا، کلوند کو، زاگرس، تفتان، بینالود، دورفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.